به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت و تحیت به پیشگاه ولی نعمت من حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه و عرض سلام خدمت شما زائران و مجاوران این حرم نورانی و ملکوتی، به ویژه عزیزانی که از جای جای ایران اسلامی امروز مهمان حرم حضرت اختر رضا هستند. خیلی خوش آمدید، امیدوارم که زیارتتون هم قبول باشه. به رسم ادب سلام میگم خدمت دوستان بیننده و عزیزان شنونده‌ای که همراه هستن با برنامه زمزم معرفت، مثل همیشه از شبستان امام خمینی حرم و از جوار مسجد شریف حضرت اختر رضا سلام الله علیها. خداوند متعال رو از این باب شاکر و سپاسگزار هستیم که باز همین توفیق رو به ما داد. دوستان خوب بیننده و عزیزان شنونده‌ای که برنامه رو می‌بینند و می‌شنوند، بهتون عرض می‌کنم جای شما خیلی خالی است. در حرم کریمه اهل بیت در شبستان امام خمینی در صحن‌های مختلف زائران و مجاوران نشستن زیر سایه حضرت کریمه اهل بیت و لحظات نورانی و با صفایی رو دارن. انشالله اگر لایق باشیم دعاگو و نائب الزیاره شما خواهیم بود. در برنامه زمزم معرفت توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی هستیم و شما عزیزان و زائران و مجاوران و بینندگان و شنوندگان ارجمند میتونید از طریق پیام کوتاه برنامه ما 10251 سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به ویژه بزرگوارانی که در حرم صدای ما رو میشنوند، در شبستان امام خمینی در صحن‌های مختلف، از طریق پیام کوتاه 10251 اگر در خصوص مسائل اعتقادی خودشون سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، به راحتی میتونن برای ما ارسال بکنن. همین الان سوالات و شبهات شما به دست ما میرسه و انشالله جناب استاد پاسخگو خواهند بود. استاد محمدی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیزی که در جلسه در خدمتشون هستیم و عزیزان بیننده و شنونده ای که برنامه را از تلویزیون و رادیو مشاهده میکنن. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاش هایی که برای تفقه در دین انجام میشه از بهترین عبادات ما باشد که علی القاعده چنین هم خواهد بود. ساعتی که انسان صرف فراگیری معارف دین میکنه پیش خداوند افضل است از هزار سال عبادت که شب تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزها رو پیوسته روزه باشه. و این تلاش علمی و تفقه در دین ثوابش قابل مقایسه با بقیه عبادات نیست و در واقع انسان رو مورد نظر رحمت خدا قرار میده. حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا رو فرا بگیرید، با دین خدا آشنا بشید، تفقه در دین پیدا بکنید، اعرابی نباشید، یعنی بی تمدن و عقب مانده و بیابانی و وحشی نباشید. هر کس با دین خدا آشنا نباشه از نظر امام صادق علیه السلام بی تمدن و دور از انسانیت. تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. در ادامه حدیث داره که فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الا اليه يوم القيامه ولم يزكي له عملا. هر کس دین خدا رو فرا نگرفته باشد خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نمیکنه. یعنی کسی که با دین آشنا نیست شایستگی نظر رحمت خدا رو نداره و خداوند در قیامت اعمالش رو پاکیزه نمیکنه. این جلسه و این گونه جلسات برای اینه که ما یک قدم در دینشناسی و معرفت دینی
و تفقه در دین جلو بریم، که اگر این اتفاق بیفته اون وقت چنانچه پیامبر فرمودن از 12,000 ختم قرآن یعنی 180,000 ساعت انسان بشینه قرآن بخونه به اندازه ساعتی که تو این جلسات صرف میکنه پیش خداوند فضیلت نداره. انشالله که جلسه ما اینجوری باشه. انشالله. خیلی متشکرم. واقعا عزیزانی که در حرم هستن برای زیارت آمدن از این فرصت خوب میتونن استفاده بکنن، چنانچه در خصوص مسائل اعتقادی خودشون سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، ما با افتخار در خدمتشون هستیم. راه ارتباطی هم عرض کردم که 10251 سامانه پیام کوتاه ما هست که سوالات شما به دست ما میرسه. من برای اینکه حالا دوستان خوب بیننده و شنونده هم که برنامه رو بعداً میبینن برای ما سوال مطرح میکنن، برای شروع سوالات عزیزان رو مطرح میکنم، بعد در خدمت زائران خواهم بود و سوالاتشون رو طرح خواهم کرد. اولین سوالی که یکی از دوستان بیننده ما پرسیدن جناب استاد محمدی در خصوص ریاضت هست، که حالا یکی از مباحثی است که گوشه و کنار گاهی سوالاتی در موردش مطرح میشه که آیا این ریاضت کشیدن پرسیدن کار خوبی است یا کار خوبی نیست، و اصلا این ریاضت آیا انسان رو به درجات عالی انسانی یا بهتر بگیم به خدا نزدیک میکنه یا نمیکنه. ریاضت دو نوع هست، ریاضت شرعی و ریاضت غیر شرعی. ریاضت شرعی مثل روزه، مثل نماز شب و این عباداتی که کمی برای انسان زحمت داره، اینها در واقع ریاضته. ریاضت معنی تمرین، معنی ورزشه. یه وقت انسان ورزشش در چارچوب شرع خب خیلی خوبه. روزه نفس انسان رو ورزش میده، نماز شب عقل و نفس انسان رو ورزش میده، حج و خدمت بندگان خدا برای خدا، اینها ریاضت‌های شرعی است و هم آثاری که عرض خواهیم کرد برش مترتب هست، همین که اشکال نداره بلکه ثواب هم داره. نوع دوم زیارت‌های غیر شرعی، ریاضت‌های غیر شرعی، مثل مثلا فرض کن کسی بخواد دور خودش خط بکشه 40 روز از اون خط بیرون نیاد برای اینکه به مقامی برسه، یا اینکه هر شبان روز مثلا یک مغز بادام بخوره و کل غذاش همین باشه برای اینکه بخواد ریاضت بشه، یا اینکه بخواد به بدن خودش ضررهای وارد بکنه، کارهایی که مرتاضهای هندی میکنن. این نوع ریاضت گاهی تو بعضی از فرق دیگه اسلامی هم هست، این مورد تایید نیست. این ریاضت ریاضت نامشروعه و کارش کار جایزی نیست، حرامه. پس ریاضت دو نوع شد، ریاضت حلال که همون عبادت های شرعی باشه که روزه بهترین ریاضت هست و چیز از این قبیل، و ریاضت های غیر شرعی که مثال زدم، مثل همین که انسان مثلا احتساب غذا بکنه، یا اینکه بخواد هر روزی مثلا یه دونه فرض کن خرما بخوره تا 40 روز یا حالا بیشتر و کمتر. اما اینکه ریاضت اثر داره، بله، چه شرعیش چه غیر شرعیش هر دو اثر داره. وقتی انسان به بدنش سخت گرفت، نفسش رو در سختی قرار داد، روح بزرگ میشه. روح که بزرگ شد آثاری داره. یه مرتاض هندی هم بعد از مدت ریاضت کارهای خارق‌العاده انجام میده، با نگاه کردن قطار در حال حرکت رو نگه میداره، واقعا میره داخل آتش، رو آتش راه میره بدون اینکه بخواد مثلا مشکلی بیاد، یا فرض کنیم مثلا فلزی از بدنش عبور میده، کارهای از این قبیل که معمولا مرتاضهای هندی میکنن، اینها این آثار هست. حالا اگر اون ریاضت ریاضت شرعی باشه که انسان به مقامی برسه، اون هیچ اشکالی نداره. کسی هم که تهذیب نفس داره و با عبادات نفس خودش رو ورزش میده، اون هم به کمالاتی میرسه، اون هم میتونه تعیل عرض داشته باشه، میتونه اون ادراکات ملکوتیش به کار بیفته و چیزی از این قبیل. اما اون از راه شرعی به اون مقصد رسیده، این از طریق نامشروع. مطلب بعد این که اگه کسی بخواد برای رسیدن به جایی، حالا اون هم ریاضت اول شرعیش، غیر شرعیش اصلا مورد قبول ما نیست، اون ریاضت شرعی را اگه کسی بخواد مثلا برای این که به تعیل عرض برسه، روزه بگیره، نماز بخونه، چله نگه داره، این از همون اول داره کج میره و داره نفسشو میپرسته، این هم اشکال داره، این هم به هر جا که برسه گمراه شده. یعنی شیطان میاد وسط راه ایشون رو به اون جایی که خودش دلش میخواد میبره. بنابراین این که من گفتم با روزه و ریاضت‌های شرعی هم انسان
به کمالاتی میرسه، معناش این نبود که انسان برای رسیدن به جایی بخواد عبادت کنه که اون دیگه عبادت نیست، خدا پرستی نیست، نفس پرستی و خود پرستی است. اما اگه نه، برای خدا روزه میگیره، برای خدا نماز میخونه، برای خدا، اما به هر حال به کمالاتی میرسه بدون تردید، این عیب نداره، این ریاضت شرعی است. اون کمال هم کمال مورد تایید و اون میشه همون کرامت. اون کرامت غیر از کار مرتازه، کار مرتاز کار غیر شرعی است و حرامه، اما کرامت الهی است. اون خارق عادتی که یک صاحب نفس، یک مؤمن با تقوا و مهذب انجام میده اسمش کرامته، اون اشکال نداره و انسان میتونه با ریاضت های شرعی اونجا برسه. باز تاکید میکنم، نه برای رسیدن به اونجا ریاضت بکشه، برای خدا کار کنه. اگه خدا صلاح دید و کمالی به او داد که حتما خواهد داد، اون وقت اشکال نداره. بعد اون موقع بحث ریاضت هم جسمی هم روحی دیگه، یعنی باید هر دو رو با هم، ریاضت هم به جسم مربوط میشه، یعنی جسم بهش سخت میگیره، روح بزرگ میشه. هر چه که جسم بیشتر سختی بکشه، نفس انسان سعی وجودی بیشتری پیدا کنه. اینا ضد هم هست. هر چی که انسان به جسمش بیشتر توجه کنه، روحش و نفسش ضعیفتر و لاغرتر میشه. و هر چه جسم رو بیشتر تحت سختی و ورزش قرار بده، نفسش بزرگتر و چابکتر و بهتر میشه. حالا همین ریاضت شرعی رو اگر کسی فقط برای رسیدن به همین کرامات و مثلا تجلی الارض و اینها فقط، این دیگه شرعی نیست، این از همون اول ریا میکنه، این در واقع خودپرستی میکنه، نه خداپرستی. ما گفتیم خداپرستی، روزه بگیره برای خدا، نماز شب بخونه برای خدا و عبادات رو انجام بده برای خدا. حالا اگر به کمالی رسید که حتما خواهد رسید، ایبی نداره. اما اگه از اول بگه من روزه میگیرم که چشمم باز بشه، این داره خودشو میپرسته، خودپرستی میکنه، نه خداپرستی. من دارم ریاضت شرعی میکشم که تعیل عرض داشته باشم، که مثلا مریض ها رو شفا بدم، چنین چنان بکنم. اصلا اولش کج داره میره، فرقی با مرتاض هندی نداره. درست. مرتاض هندی هم برای غیر خدا داره ریاضت میکشه، اینم برای غیر خدا داره ریاضت میکشه. این میشه همون شق اول که عرض کردم که مرتاضای هندی این کارو میکنن. حالا استاد محمدی، که از سوالاتی که من داشتم نگاه میکردم تو برنامه گذشته این رو مطرح کرده بودن، الان به ذهنم رسید، یادم اومد که اینکه بعضیا مثلا چشمشون باز میشه، میگن چشم برزخی داره طرف، نمیدونم یا گوش برزخی داره، حالا ظاهرات فکر میکنم شامل همه حواس میشه، این معناش چیه؟ اینکه میگن طرف چشم برزخی داره، مگه چی رو میبینه که حالا به این کرامت رسیده و این حالا اتفاقات رو مشاهده میکنه؟ این معناش رو قدر توضیح بفرمایید. الان اینجا شما نشستیم، فرشتگان فراوان اینجا هستن به اعتبارهای مختلف.